پناهجویانی که از سوی عناصر یونان به آبهای دریایی اژه انداخته شده و توسط گارد ساحلی ترکیه نجات یافتند میگویند سه روز پیش در جزیره خیوس دستگیر و سپس با دستبند به دریا انداخته شدند. احمد عدنان محمد پناهجوی طبعی سومالی که توسط گارد ساحلی ترکیه نجات یافته در گفتگو با خبرگزاری آناتولی با بیان اینکه این حادثه هین ورود به یونان اتفاق نیفتاده گفت دو روز پیش وارد جزیره خیوس شدیم وی با بیان اینکه همسر و فرزندش سه ماه پیش وارد یونان شده بودند و برای رفتن به نزد آنها در 16 مارس جاری به همراه 28 نفر سوار قایق وارد جزیره خیوس شدند تصریح کرد در این جزیره از سوی عناصر یونان دستگیر شدند محمد با اشاره به اینکه نیروهای یونان هفت نفر از آنها را سواری قایق کرده و در آبهای یک جزیره نزدیک به ترکیه به دریا انداختن گفت خودش نیز حدود سه ساعت شنا کرده و پس از اینکه به ساحل رسیده حدود دو ساعت به انتظار کمک رسانی نشسته است وی گفت به دستهایمان دستبند زدن پس از اینکه به بیمارستان منتقل شدم هنوز همین دستبندها در دستم بودند کسانی که جان باختند به خاطر این دستبندها نتوانستند شنا کنند تمام وسایلمان را به زور گرفتند و ما را کتک زدند از دیگران نیز خبر نداریم وی اظهار داشت یونان با ما بسیار بد رفتار می کند دیگر قصد رفتن به آنجا را ندارم و تلاش خواهم کرد تا خانواده را به ترکیه بیاورم عبدالسلام با یکی دیگر از این پناهجویان نیز گفت عناصر یونان ما را به نزدیک یک جزیره منتقل کرده و در آنجا ما را به دریا انداختن تیم های گارد ساحلی ترکیه دیروز صبح پس از دریافت گزارش مبنی بر حضور گروهی از پناهجویان در آبهای شهرستان چشم ازمیر سه نفر از این پناهجویان را نجات داده و سه نفر دیگر نیز جان باخته بودند همچنین فعالیت ها برای نجات یک پناهجوی دیگر ادامه دارد